رئیس جمهور فرانسه فعالیت های موشکی رژیم آخوندی را سرچشمه بیسوباتی در منطقه توصیف کرد. رادیو بین المللی فرانسه گزارش داد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در تازه ترین اظهار نظر خود درباره برنامه موشکی رژیم گفت این فعالیت ها یا فعالیت های موشکی مرتبط با رژیم ایران چه در یمن و چه در خاک سوریه سرچشمه بیسوباتی و یک معضل برای امنیت چندین کشور متحده فرانس است. این گزارش می رای جمهور فرانسه بار دیگر خواهان آغاز گفتگوها برای قرار گرفتن فعالیت های موشکی رژیم ایران زیر نظارت جامعه بین المللی شد. ماکرون تأکید کرد این موضوع برای امنیت منطقه ضروری است و باید مکانیزمی از تحریم ها و کنترل سازگار با آن طراحی کرد و تا کنون نیز زمان زیادی برای کنترل برنامه موشکی ایران و سیاست منطقه این کشور از دست رفته است. رایت جمهوری فرانسه اظهار داشت امیدوارم که ما بتوانیم در هفته های آینده جلسه ای را با هدف نابودی فعالیت های موشکی از مبدا خاک سوریه برگزار کنیم. این اظهارات ماکرون در واکنش به حمله اخیر اسرائیل به موازه ایرانی و سوری در خاک سوریه است. رادیوی بینالمللی فرانسه در ادامه گزارش خود میافزاید رئیس جمهوری فرانسه معتقد است که فعالیت های موشکی از خاک سوریه تمامی قدرت های منطقه را در خطر قرار داده است. خبرگزاری فرانسه از پاریس گزارش داده که از پاییز سال گذشته تا کنون اظهارات امانوئل ماکرون درباره برنامه موشکی رژیم ایران روابط تهران پاریس را سرد کرده است. رئیس جمهور فرانسه بار دیگر تاکید کرد که استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان برای فرانسه خط قرمز است. وی گفت اگر ما شواهدی از بکارگیری تسلیحات شیمیایی ممنوع داشته باشیم محلی را که این اقدام از آنجا صورت گرفته مورد حمله قرار خواهیم داد.